Jag ska berätta varför det hoppar av. Tarif kommer att ha varit av. امیر تولید فاضل هستم، خبرنگار حوزه دولت و مجلس و حوزه سیاسی در تهران. حدود 20 ساله در این حوزه فعالیت میکنم، در رسانه‌های مختلف فعالیت کردم. طبق قانون ایران مدیران حق ندارن تابعیت یک کشور دیگر رو داشته باشن. من از طریق یکی از نمایندگان مجلس به لیستی دسترسی پیدا کردم، نشون میداد که مدیران ارشد کشور از جمله رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، مدیران حوزه‌های اقتصادی اینها و مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هر کدومشون تابعیت کشورهایی رو دارن که دولت ایران اونها رو کشورها دولت‌های متخاصم و دشمن میدونه. از جمله اقامت انگلیس رو دارن، اقامت آمریکا رو دارن، اقامت کانادا رو دارن. من این لیست رو منتشر کردم، البته کامل منتشر نشده، بخشی از اون لیست منتشر شده. در سفر آقای دولت ایران به صورت رسمی اعلام کرد که در این رابطه شکایت خواهد کرد. معاون حقوقی رئیس جمهور رسما این رو اعلام کرد که قطعا در این زمینه شکایتی انجام میشه. من در سفر به همراه آقای دکتر ظریف به عنوان یک خبرنگار همراه آقای دکتر ظریف بودم برای 3 کشور: فنلاند، سوئد، نروژ. روز سه‌شنبه که در سوئد بودم یکی از همکارانم از تهران از طریق فضای مجازی اینترنت با من تماس گرفت، گفتش که 4 نفر لباس شخصی در حالی که حکم جلب تو رو داشتن به خبرگزاری اومدن و میخوان شما رو دستگیر کنن و خیلی هم هشدار میداد که به خانوادت بگو، چون میدونست من ایران نیستم، و به خانوادت بگو که خونه رو ترک کنن که تنها هن اذیت نشن. در همین هنگام من تصمیم گرفتم که از تیم آقای دکتر ظریف جدا بشم، اگرچه به دلیل حدود 48 محافظی که در واقع وظیفه تامین امنیت آقای دکتر ظریف و مواظبت خبرنگاران داشتن کار بسیار سختی بود، اما موفق شدم صبح روز چهارشنبه 30 مرداد به تاریخ ایران از تیم جدا بشم و فرار کنم. Varför ska vi tro att Amir, som är känd som en regimtrogen konservativ journalist, plötsligt vänder sig mot sina ledare? اشکالی نداره، فضای رسانه‌ای ایران رو اگر رصد کنید متوجه میشید و کامل مشخص است. در حال حاضر تو تهران و در فضای رسانه‌ای تهران به شدت بحث سر این هست که من وابسته به کدوم جریان سیاسی در کشور هستم. روزنامه کیهان من رو در واقع وصل میکنه به جناح اصلاح طلب و خبرش رو زده، در مقابل روزنامه رسمی دولت ایران، روزنامه ایران، من رو وابسته به جناح اصولگرا میدونه. اونهایی که فضای رسانه ایران رو میدونن، میدونن که شرایط به چه صورته. ضمن اینکه میدونن الان اعلام هم شده، میدونن همسرم از کار اخراجش کردن، برای ثبت نام بچه‌م مشکل درست کردن. اینا چیزایی که اگه فضای رسانه ایران رو بدونید کاملا مشخص. از اون تیم جدا شدن و تنها بهانه برای جدا شدن از جمع به فاصله 10 متر 15 متر سیگار کشیدن بود. من یه خورده از جمع فاصله گرفتم و به شدت دویدم. الان 2 گروه هستن. عده‌ای من رو متهم به خیانت میکنن و عده‌ای هم میگن که ظاهرسازیه از طرف خود دولت ایران برای جاسوسی به اروپا اومده. طبق قانون ایران مدیران حق ندارن تابعیت یک کشور دیگر رو داشته باشن. من از طریق یکی از نمایندگان مجلس به لیستی دسترسی پیدا کردم، نشون میداد که مدیران ارشد کشور از جمله رئیس جمهور هر کدومشون تابعیت کشورهایی رو دارن که دولت ایران اونها رو کشورها دولت‌های متخاصم و دشمن میدونه. نمیدونم چه اتفاقی براشون بود. همسرم رو اخراج کردن از کاری که داشتم، حتی ثبت نام، الان فصل ثبت نام بدرسه است.